أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجاء. والصلاة والسلام على رسوله محمد. المؤيد بالقرآن والمرسل إلى الإنس والجان. أما بعد، قال رسول الله عليه صلوات الله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة نجاة. عرض تسلیت و تعزیت دارم به مناسبت امروز، حلول و فرارسیدن اربعین، یاد و خاطره زیارت عاشقان قبر و ملجأ و پناهگاه آزادگی و آزادگان و بازگشت و برگشت، فتح و ظفر و عزت و سربلندی حضور جابر ابن عبدالله انصاری، این صحابی با مقام رفیع به عنوان زائر در اولین اربعین، و حضور با همه زیبایی ها و عظمت های کاروان که در رأسش چهارمین امام نور زین العابدین و در کنارش شخصیتی که نیمه از رسالت عاشورا را به دوش کشید و ختام و حسن ختام را به عهده داشت، بیبی دو جهان، خاتون دو سرا، زینب کبرا، در ادامه آن حضور، حضور میلیونی هزاران عاشق را که پیاده و با پای دل در سرزمین عشق و ارادت و اخلاص حضور پیدا کردند و در وصل به آن و در پیوند به آن، حضور عاشقانه میلیون ها قلب با حسرت و با درد و داغ را در جای جای جهان اسلام تسلیت عرض میکنم. نیاز به صحبت نیست. اگر گوشه چشم دلتون را باز کنین، میلیون ها انسان دورا دور قبر ابی عبدالله میچرخند، بین الحرمین میچرخند. همینطور دنیا به عنوان عاشق و محب و دلسوخته و دلداده رو به حسین کرده، رو به اربعین کرده و دلهای شما از اینجا پر میزند. باید چشم دل اگر نگاه کنیم، تقریبا در همه جای عالم دارن از اربعین تجلیل میکنن. تا این لحظات برنامه بسیار با کیفیت عالی الحمدلله اداره شد و اجرا شد. آیات که تلاوت شد از سوره مبارکه حجرات، حالا انشاءالله گفتگو میکنیم. زیارت اربعین، خواهش من از همه علمایی که زحمت کشیدن امروز، جوانان، خواهران و برادران، مخصوصا دوستان رسانه، که این دعا و این زیارت که خونده شد، زیارت اربعین، به زبانهای زنده ترجمه کنن، به مردم بگن. شاید بهترین معرفی از آقای امام حسین داخل همین زیارت نام است.
یک حقیقت است. هیچ سخنرانی، هیچ فیلمی، هیچ مستندی، هیچ نوشته‌ای نمیتواند جای زیارت اربعین برای معرفی آقای امام حسین بگیره. این زیارت را امام صادق تعلیم داد، یاد داد. یک مرور جدید بر این زیارت نامه کنیم. همین لحظه ای که در جلسه نشسته بودم، یکی از دوستان که پیاده رسیده بود کربلا و من پیام داد، گفت آقا من دارم پیاده میرسم. یکی هم سحر تقریبا ساعتای 23 و چند دقیقه بود به من پیام داد، یک نصیحتی بکن، از تجربت بگو چه کار کنم. نوشتم زیارت اربعین با دقت بخوان، زیارت جامعه را با دقت بخوان، زیارت امین الله را با دقت بخوان، دعای عالیت المزامینی که بعد از زیارت جامعه خوانده میشه اینا را با دقت بخوان. اجازه بدین من بسام صحبتم در دو بخش تنظیم کردم خدمتتان تقدیم بکنم. بخش اصلی صحبتم علامات مؤمنه که در زیارت اربعین یکی از اونها را انسان با تمام وجود و حقیقت میبینه. بخش اولش یه عزاداری است. خدا لطف کرد با اینکه دوریم اما قلبها نزدیکه، شسته شدیم، احساس میکنیم بهترین آب عالم با وجود ما ریخت. یه عشقی که با تواشی ریختیم، با قطعاتی که عالم خدوم و فاضل عزیزمان جناب آقای صدر به سمعمان رساند، فضای جلسه خودتان حس میکنید. من داشتم از زهرا سلام الله علیها تشکر میکردم که مرا به مجلس فرزندش دعوت کرده. یک بخش صحبتم خیلی کوتاه این عزاداری هاست. اجازه بدین من رسانه های عزیز و همکار که تلاش میکنم تشکر میکنم. انشاءالله همه برنامه ها را مخصوصا این مجلس خالصانه فقط برای خدمت به انسانیت، خدمت به ملت افغانستان، خدمت به بشریت. این یک سنگر از سنگرهای عاشوراست، یک سنگر از سنگر اربعین است، یک آدرس از آدرس تجلیل از اهداف عالی و جهانی و نجات سید و شهدا است. این را خوب پوشش بدن، فرق نمی کنه. اجازه بدید یکی دو نکته عرض بکنم. امروز که 40 روز شهادت امام حسین علیه السلام هست، آقا در سال 61 شهید شد، یعنی 1386 سال قبل وقتی به دنیا آمد سال 4 هجری بود. امام حسین زمان شهادت 57 سال عمرش بود. روز ولادتش دعای روز 3 شعبان بخوانید، جبرئیل آمد به پیغمبر خبر داد یا رسول الله این طفلی که خدا به زهرا دخترت و امیرالمؤمنین برادرت و دامادت داده، این فرزند شما را به شهادت میرسانند. جبرئیل این گزارش داد. خب معمولا یک خبری را که جبرئیل میده پیغمبر باید به دیگرا برسانند، مثل نماز، مثل فتح مکه، مثل زکات، مثل مثلا تغییر قبله، همه اینا گزارشات است که جبرئیل آورده. خب خبر شهادت امام حسین هم جبرئیل آورد. اجبار در کار نیست، او یک بحث تخصصی است، باید یک وقتی صحبت کنیم. حالا پیامبر میخواهد خبر شهادت طفلی را که همون روز به دنیا آمده به امیرالمومنین بده. دست علی را گرفت، یک جای خلوت رفت با هم دیگه. بعد از اونی که با هم نشستن، پیغمبر با یک دلسوزی و یک خلاصه بیان بی نظیر این خبر شهادت به امیر المؤمنین داد. هم پیغمبر گریه کرد، هم علی گریه کرد.
روزی که تازه به دنیا آمده و خبر شهادتش میدن، اینقدر دو نفری گریه کردن که جبرئیل باز نازل شد و گفت خداوند جلیل شما را سلام میرساند و میفرماید عزمت علیکما لما صبرتما، قسم میدهم شما را که در این مصیبت صبر کنید. اولین کسانی که در مصیبت حسین گریه کردن پیغمبر و علی بودند. من یک سوال جلوی صورت رفقا و عزادارا میگذارم، قبول دارین همتان حضرت ابراهیم اسماعیلش برد به قربانگاه؟ اینی رأیت فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم تو را ذبح میکنم. بعد از سه بار بچه‌ش برد به قربانگاه. الان حاجی ها میرن اونجا گوسفند حیوان ذبح میکنن به یاد اون خاطره. فلما اسلما و تله للجبین، وقتی هر دو نفر پدر و پسر تسلیم شدن با صورت فرزند شخابان، نادیناهو یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، صدا آمد ابراهیم خوابت عمل کردی. چطوری جبرئیل اونجا میاد اینجا پیش پیغمبر نمیاد؟ این عزاداری حسین است. همه انبیا عزادار حسینن. برادران عزیز، کسانی که صحبت من را میشنوند، دنیا با عزای حسین از آلودگی ها شسته می شود، از انحراف ها در مسیر هدایت قرار می گیرد، از ظلم ها، از تجاوزات، از بی عدالتی ها. دنیا فقط راه رسیدنش به عدالت و حقوق بشر، به زیست مسالمت آمیز، شناخت حسین است. و الا پیغمبر نمی فرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه نجات، حسین چراغ هدایت است، چراغ هدایت، کشتی نجات است. یک شهر، یک کشوری که برق نداره، خیلی از صنایع در اونجا اجرا نمیشه، خیلی از تولیدات اونجا نمیشه، چون یک وسیله بسیار پرکار و پرارزش است. این چراغی که ما داریم میبینیم، در خیلی از امکاناتمان استفاده میکنیم، این گوشه ای از اون چراغ است، اون چراغی که زندگی را روشن میکند، اخلاق را زنده میکند، بشریت را به امید و به زندگی میرساند. او شناخت حسین است. اربعین یک صحنه است برای شناخت حسین. این خروش و این طوفان انسانهای عاشق و با معرفت به خاطر این است که دنیا با اهداف حسین آشنا شود. آن که ما را بر طریق حق هدایت می کند، 14 قرن است بر دلها حکومت می کند. کیست او؟ فرزند زهرا، شاه آشورائیان. یک نگاه او به یک عالم کفایت می کند. می ترسم صحبتم به درازا بکشه. دیدین اشعار عزیزانمان تنظیم کرده بودن می خواندن، چقدر دلها را طوفانی کرد. باران عشق از دیدگانمان جاری شد. ما میشنویم بعد از سالها، بعد از مدتها اینگونه میسوزیم. همه ای کسایی که مقتل نوشتن اینا ندیدن، همه اینایی که شعر میسراین اینا صحنه را ندیدن. دیدن؟ هیچ کس او صحنه را ندیده. اونهایی که امروز از کوفه برگشتن، از شام برگشتن، بعد از 40 روز برگشتن، اینا این صحنه ها را دیدن. در زیارت که آقا امام زمان میخوانه میفرماید و رفع علی القناطر اسود، جد غریبم حسین سر تو سر نیزه رفت.
و رفع علی القنات رأسو، بالا برده شد سر تو بالای نیزه. و سبی اهلک، خانواده تو به اسارت رفت. و صفد و فی الحدید، حدید یعنی آهن، اینها را به آهن بستن. تلفه و وجوههم حر الهاجرات، فرمود صورتهای اینا را تابش آفتاب، گرمای آفتاب سوزان. از کربلا تا کوفه اینا را بالای شترهای به جهاز سوار سوار کردن، بردن از کوفه تا شام. کوفه در عراق، از شام در سوریه است. من در یک سفر از سوریه با موتر جنسی آمریکایی آمدم، موتر شخصی گرفتم، 24 ساعت در جاده پخته و آسفالت آمدم. این کاروان از کوفه تا شام بالای شتر اطفال آفتاب می سوزانه. این مسیر رفته، شام را فتح کرده، 7 روز در شام تمام بافته های بنی امیه را باز کرد، تمام برنامه های یزید و یزیدیان را خونسا کرد. حالا برگشته، به ظاهر اسیره اما در عالم معنا امیره. 40 اگر علامت مؤمن شمرده شده، جهان به ایمان دعوت میکنه. تنها سخنرانی نیست، یک شعور جمعی است، یک بیداری جهانی است، یک حرکت پویا و زنده و آفتاب منش است. باید بیش از اینها در فرمول هدایتی 40 دقت کرد. این بخش اول عرایزم. انشالله بخش مصیبت رو به همکار و برادر عزیزم که همیشه شهر و کشور من از نفسشان بهرمندن، آقای دیانی می سپارم. اینجا اجازه بدین من تحلیلی را مطرح بکنم. از همه فرهنگیان، اونهایی که ذوق شعری دارن، قدرت تحریر دارن، از جوانان و از اندیشمندان و اهل خرد و اهل خلاصه بیان و دقت خواهش میکنم در کنار همفکری ها، در کنار همکاری ها، در این جهت با همدیگه همکاری بیشتر داشته باشیم تا بتوانیم از این فضا خوبتر استفاده بکنیم. یکی از الطاف الهی این است که الحمدلله از قرآن بیشتر استفاده میکنیم. وقت قاری عزیز آقای مظفری بخش اول برنامه را تلاوت میکردن، آیه از سوره مبارکه حجرات را خواندن. منم با استفاده از همین آیه بحثم را دنبال میکنم. سوره حجرات 49 سوره قرآن است. حجرات یعنی اتاق ها. میدونین پیغمبر در مدینه که آمده بودن، دورا دور مسجد النبی اتاقهای پیغمبر و اصحاب بود. از این جهت این سوره نامش حجراته، یعنی اتاقها، خانه ها. یک عده می آمدن از پشت درها پیغمبر صدا می زدن. آیه نازل شد: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. تا اونجا میرسه که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. صداتان از صدای پیغمبر بالاتر نبرین، عملتان حبط میشه. در آیه 15 سوره حجرات که قاری عزیزمان تلاوت کردن این بحث آمده: انما المؤمنون. من به خبرنگارهایی که خوب کار میکنن عرض کردم، خبرنگار باید مثل یک دانش آموز دانشگاه حوزه به نکات دقت کنه، و الا این قدرت رسانه حیف میشه. در این آیه
آیه 19 سوره حجرات قرآن باز کنید. همه 1,600,700,000,000 مسلمان دنیا قرآن بلدن، یعنی رابطه دارن، در اختیارشون هست. غیر مسلمان هم داخل مراکز تحقیقاتشان دارن. آیه 15 سوره حجرات 49 سوره قرآن همش 18 آیه داره، میگه مؤمن فقط کیست؟ این نما از ادات عصر است. فقط مؤمن کیه؟ الذين آمنوا بالله و رسوله، کسانی که به خدا ایمان آوردن و به پیامبر، اینا فقط مؤمنن. ثم لم يرتابوا، دیگه شک نکردن. ری یعنی شک، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فی. ثم لم يرتابوا، دچار تردید نشدن. جوان ها، اونایی که با شبهات، اونایی که با فرافکنی ها، با تبلیغات ضعیف که رسانه های مزدور و عمیل بر می گردن، لرزان می شون، بی انرژی می شون، با قرآن رابطه را بیشتر کنن، اینا شک نکردن. و جاهدوا باموالهم، با مالشان جهاد کردن، و انفسهم، با جانشان جهاد کردن. در کجا؟ فی سبیل الله، در راه خدا. اولئک هم الصادقون، اینا راست میگن، همراه با راستگویان. انسان باید با راستگویان باشد. قبل این آیه، آیه دیگری است. قالت الاعراب آمنا، دعوت میکنم همه شنونده هایی که از طریق رسانه ها میشنوند، در هر کشوری هستند. قالت الاعراب، بادیه نشینا گفتن آمنا، ما ایمان آوردیم. خدا به پیغمبر 618 بار در قرآن دستور داده بگو، فرمود قل لم تؤمنو، پیغمبر به اینا بگو اینا مؤمن نشدن. ولکن قولوا اسلمنا، به اینا بگو، بگن ما مسلمان شدیم. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هنوز ایمان داخل قلباتان نشده. باز راه نشان میده. و ان تطيع الله و رسوله، اگر اطاعت خدا و پیغمبر بکنین، لا يلتكم من اعمالكم شيئا، از اعمال شما چیزی کاسته نمیشود. ان الله غفور رحیم، خدا بخشنده و مهربان است. آقایان مهمانای اربعین آقای امام حسین، حدود 200 آیه در قرآن مؤمن معرفی میکنه. امام عسکری میفرماید مؤمن 5 علامت داره، یکیش زیارت اربعینه. بگذاریم یک کمی تحلیل کنیم. در این 200 جایی که مؤمن معرفی کرده، یکیش سوره غافره. ما در قرآن بعضی سوره ها داریم دو تا اسم داره. حالا میترسم سوال کنم جلسه کم بر نتابه. مثلا سوره براءت، هم معروفه به براءت، هم اسم دیگرش چیست؟ توبه. ماشاءالله سوره داریم در قرآن به نام غافر، 40 سوره قرآن است. هم غافر میگن هم مؤمن میگن، چون نام سوره ها از آیات داخل سوره ها گرفته شده. داخل این سوره هم کلمه غافر الذنب آمده، قابل التوب، هم داخل این سوره از مؤمن یاد شده. من همون مؤمنشه بگم. خب شما میدونید حضرت موسی کلیم وقتی وارد صحنه جا اجتماع شد، بالاخره کسی از حضور موسی جز مؤمنا استقبال نمیکنه. شما انتظار دارین اسرائیلیا از قرآن استقبال بکنه، آمریکایی‌ها از قرآن استقبال بکنه، از اربعین استقبال بکنه، از سخنرانی استقبال بکنه؟ اونایی که میخوان به گرده مردم سوار بشن،
ثروت مردم همیشه بلوکه کنن، جوانان مردم و بند بکشن. اینها از انبیا استقبال میکنن، از علمای آگاه استقبال میکنن. چرا بلخی زندان رفت در همین کشور؟ چرا؟ ای جوان هشدار، اینجا رشد فکر آزاد نیست. تیغ جوهردار ما خوابیده در زنگ است و بس. چرا 14 سال یا کمتر بیشتر زندان رفت؟ چرا؟ چون از آزاد مردان استقبال نمیشه، میترسن از روشن و روشنگری میترسن. چرا نوح باید اینقدر شکنجه بشه؟ چرا پیغمبر اسلام اونقدر اذیت بشه که بگه ما اوزی نبیون مثل ما اوزی تو؟ هیچ پیغمبری به اندازه من زجر نکشید. چرا حسین در کربلا به شهادت برسد و چرا زینب به اسارت برده شود؟ برای که اینها دنبال آزادی بشرند. زنجیرها را از گردن جامعه باز می کنند. موسی وقت آمد و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین، آیه 23 سوره غافر، همون سوره مؤمن، الی فرعون، فرستادیم پهلو فرعون و هامان، پیش هامان و قارون. جوانا رسانه دقت کن، فرعون موسی آمده به فرعون و هامان و قارون حرف حق بگه. فقالوا ساحر کذاب. فرعون و هامان و قارون، آیه 24 سوره غافر یا مؤمن، گفتن این ساحره، این کذابه. فلما جاءهم بالحق من عندنا، خب میدونین یه مبارزه شد بین فرعون و موسی، اون صحنه ای که مارهای ساختگیش همش اجدهایی که عصا تبدیل به اجدها شد نابود شد. فلما جاءهم بالحق من عندنا، وقتی دلائل حقانیت آورد از جانب خدا، قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه. میدونیم چی گفت؟ یه سیاستی که امروز به نام داعش و نمیدانم خدمت شما میشه، بوکو حرام و اینایی که دستیاران قتلن. فرعون گفت که فرزندان کسانی را که با موسی هستن بکشیم. بابا من از باور دارم صحبت میکنم، قرآن کتاب زندگی است. قال اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه. چرا مردم غزه فرزندانشان کشته میشه؟ کی میکشه اینا را؟ اونایی میکشن که میفهمن اینها از حق حمایت میکنه. چرا فرزندان عاشورا و فرزندان آگاهی به شهادت میرسن و کشتن؟ آزادی خواهان عالم در افغانستان، در یمن، در همه کشورهایی که پرچم عدالت خواهی بلند میشه. این توطئه کفر جهانیست. قال اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحیوا نساءهم، زنهای اینها را شکمهاشان پاره کنین. خدا چی میگه؟ و ما کید الکافرین الا فی ظلال. خدا میگه شما کید میکنین، تر میریزین، اما طرح شما طرح گمراهی است. این حقیقت بالا میآید. من 20 سال مزار هستم، عاشورا یک دهم این جمعیت نبود در این شهر، در همین مصلا. یادم اولین باری که سخنرانی کردم، یک حاجی که حالا به رحمت خدا رفته، گفت آقا ما پای منبرای مرحوم علامه سید اسماعیل بلخی بودیم، گفت مجلس روی دستش میچرخان، گفت مجلس بال داره، حرکت میکنه. امروز بعد از 20 سال چه خبره؟ بعد از اونه که فرعون دلائل حقانیت
قبول نکرد گفت بکشیم. بعد خودش چه گفت؟ و قال فرعون ذرونی اقتل موسی، گفت اجازه بدین مرا کمک کنین، ما خود موسی را میکشم. ولی ادعو ربه، موسی از خداش کمک بگیره. ببین ببین چی میگه فرعون، اینی اخاف ان یبدل دینکم. فرعون با مردم میگه مردم متوجه باشین موسی دین شما را عوض میکنه. اونایی که با اربعین آشنا نیستن اینجوری مردم را فریب میدن. لذا امام عسکری میگه مؤمن پنج علامت داره، یکیش اربعینه. ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. در زمین موسی میخواد زمین خراب بکنه. و قال موسی انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. موسی گفت من پروردگارم که پروردگار من است و پروردگار همه شما هست فنا میبرم. بابا ما مردم دعوت میکنیم میگیم یه خدایی هست، خدای ما هم هست، خدای حسین علیه السلام هم هست، خدای زینب هم هست، خدای بقیه هم هست. منا اونا اونها با خدا ارتباطشان قوی بود. بیاییم از این ارتباط، از این استاد دانشگاه خلقت استفاده کنیم. یک آیه داخل این سوره است، هرچی میخوام آرام صحبت کنم نمیشه، یک آدرسی میگم بعد جلسه را طولانی نکنم. آیه 28 سوره غافر، فرعون اونطوری مثل رسانه‌های امروزی شلوغ میکنه، از قدرتش استفاده میکنه، از امکاناتش استفاده میکنه، از جیوه و زیبق مواد شیمیایی استفاده میکنه، ریسمان‌ها را تناب‌ها را جور میکنه، مار مصنوعی، هیاهوس، تبلیغات است، فرافکنیست. اما جوان مردان آزادگان در گوشه های عالم آرام نیستند. اینها هم تلاش میکنند. یک نفر قرآن از او تعبیر میکنه به مؤمن، آیه 28، و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. با این صحبت ها اگر دانشمندان حقیقت را درباره اربعین نگن، من به عنوان یک افغانستانی کوچک، یک مسلمان، یک معتقد به ولایت ائمه معصومین عرض میکنم فردای قیامت جواب دادن سخت است. رجل مؤمن، آیه 28 سوره غافر، یا مؤمن، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. یک مؤمن از آل فرعون که ایمانش مخفی میکرد، گفتن فرعون میخواست موسی را بکشه، اتقتلون رجلا، آیا شما یک مرد میکشین؟ ان یقول ربی الله، گناهش چیه؟ گفته فرعون خدا نیست، خدای حقیقی خداست. آیا به این جرم باید کشته بشه؟ و قد جاءکم بالبینات، میگه که این رجل، این مردی که خدا را قبول داره، دلایلش هم آورده. و این یک کاذبن فعلیه کذبه، اگر این مرد دروغ میگه خود دروغ، گناهش به گردن خودشه. و این یک صادقن، اگر ای آقا راست گفت، احتمال که هست، یصبکم بعض الذی یعدکم، بعضی از خطراتی که این در حرف راستش اونا را مطرح میکنه، اونا گردن شما را میگیره. ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، خدا کسی را که اهل اسراف است، اهل دروغ است، هدایت نمیکنه. چه فرمولی داره میده برادرها؟ مؤمن چند تا علامت داره، یکیش زیارت اربعینه، بقیهش باشه نماز، هیچی، خلاصه پیشانی، جبین به خاک مالیدن، اینا باشه. چند تا علامت اجتماعی بگم، علامت های اجتماعی. یک، مؤمن از فرصت ها سریع استفاده میکنه.
میدونید فرصت میره. در جمهوریت صحبت کردم، در همین مصلا، جای جای این کشور صدای خلاصه عدالت خواهی و حق گویی را شنیده. قرآن ایره به ما یاد داده که حق باید گفت، پیغمبر به ما دستور داده حق بگو. بهترین جهاد گفتن حق است. مؤمن کسی است که فرصت ها را از دست نمیده. الفرصت تمر مر السحاب، فرصت ها مثل ابرها در حرکت است. هر کس مؤمن است باید از فرصت استفاده بکنه. تا امکانات آمد برای آبادی کشور، برای همدلی مردم، تا قدرت آمد، تا اعتبار آمد، استفاده کن و الا ضرر میکنی. اونایی که بلوکه کردن، ثروت ها را خارج فرستادن، قوم پرستی کردن، تعصب دنبال کردن، شکست خوردن. اربعین اگر علامت مؤمن است فقط گریه های زینب نیست، مدیریت کلان زینب است. لحظه خداحافظی وقتی دست به سینه زینب میگذاره حسین، میفرماید برادر خاطرت جمع باشه، همه کارها را خوب انجام میدم. وقتی سر بالای نیزه میبینه فقط گریه نمیکنه، میگه قرآن روی نیزه، قرآن بخوان برایم. وقتی مجلس یزید میبرن به تناب بسته است با اطفال، گریه نمیکنه، میگه امن العدل یا ابن الطلقا، فرزند کسی که جد پیغمبر جد من آزاد کرد، تو آزاد شده ای، ما هستی، آیا عادلانه است؟ از عدالت است خاندان پیغمبر به تناب بسته باشه، خانواده ای تو پشت پرده باشه. مؤمن فرصت ها را قدر میدانه. اگر رهبران کشورهای اسلامی از این فرمول استفاده بکنه، کشورها زود از این مشکلات نجات پیدا میکنه. نه فقری است، نه وابستگی است، نه این فاجعه ای که چند ماه است در غزه ادامه داره ادامه پیدا میکنه. مؤمن فرصت ها را مدیریت میکنه بالاتر. مؤمن فرصت ها را مدیریت میکنه، حتی سختی ها را تبدیل به فرصت میکنه، مصیبت ها را تبدیل به فرصت میکنه. این هنر است. پیغمبر از خارج کسی نیاورد، در مکه به دنیا آمد، متولد شد، در 40 سالگی در مکه پیغمبر مبعوث به رسالت شد، از درون مکه و مدینه تربیت کرد. هیچ خارجی نمی آید کشور ما را، جامعه ما را، مشکلات ما را حل کنه، اصلاح کنه. تو ای تو نسخه نفس الهی، بجوی از خیش هر چیزی که خواهی. یک نمونه قرآنی عرض بکنم، جلسه طولانی نشه. سوره یوسف 12 سوره قرآن است. بسم الله الرحمن الرحیم. تلک آیات الکتاب المبین. اولین آیه سوره مبارکه یوسف. این آیات کتاب روشنگر است. و کل شیء احصیناه فی امام مبین. آیه 12 سوره یاسین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. این قرآن ما به زبان عربی نازل کردیم که خوب فکر کنین. بعد میگه نحنو نقص علیک احسن القصص. دارم در واقع حجت تمام میکنم. میگه زیباترین قصه اصلی قصه یوسفه. زیباترین قرآن میگه، خدا میگه نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و این کنت من قبله لمن الغافلین. یوسف چه کار کرد؟ یوسف امانتدار بود کشور را. بعد از اونی که داخل چا رفت، در اثر امانتداری، در اثر صداقت شد عزیز مصر.
آی مسئولین، آی بزرگان، آی زعمای کشورهای اسلامی، بیاییم از فرمولای قرآن استفاده کنیم. داستانش ادامه پیدا میکنه. اینی رأیت و از قال یوسف لأبی یا ابت اینی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، ماه و خورشید 12 ستاره را دیدم، به من سجده کردن. پدر تعبیر خوابش گفت، حسادت ها شروع شد. ما امیدواریم کشورمان با استفاده از قرآن دیگه بر روی همه رذایل اخلاقی یک صفحه بسته را و یک تابلوی را بگذارن برای همیشه، تعصب و حسادت و خلاصه خود برتربینی و دیگرها را در نظر نگرفتن، اینها را همه باید دفن کرد، اینها را باید بایکوت کرد، به اخلاق رو آورد. اقوام روزگار به اخلاق زنده اند، قومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است. انک لعلی خلق عظیم. اون نکته اساسی را بگم. بعد از اونی که به زندان رفت، از زندان بیرون آمد، زن عزیز قبل از اونی که ببخشید از چا بیرون آمد، قبل از اونی که زندان بره، از زندان هم بعدن بیرون آمد. و راودت هلتی هو فی بیتها عن نفسه، خانم عزیز مصر که یوسف در خانه او بود، از یوسف تقاضای خلاصه یک عملی خلاف رضای خدا کرد. و غلقت الابواب، درها را بست. و قالت هیت لک، گفت من برای تو آماده هستم. قال معاذ الله، یوسف گفت به خدا پناه میبرم. مردم نترسیم، نگیم آقا افغانستان مشکلاتش حل نمیشه. چرا حل نمیشه؟ از بزرگترین شخصیت تا آحاد جامعه باید اینگونه فکر کنید. و سخنرانی ها، مصلی های نماز جمعه، دانشگاه ها و پوهنتون ها، دارالحفاظ ها، مراکز آموزش، دارالحدیث ها، اینا بیاین این گونه حرف بزنن. با گفتمان 40، با گفتمان قرآن مشکلات حل میشه. زلیخا دنبال یوسفه، درها بسته است، یوسف زیر بار زلیخا نمیره. صحنه رو مجسم کنیم. گفتم مؤمن حتی مشکلات را تبدیل میکنه به فرصت. درسته امروز ما در تحریمیم، از این تحریم استفاده کنیم، کشور را بهتر مدیریت کنیم، معادن بیشتر برسیم، آبها را بیشتر مدیریت کنیم، اراضی را بهتر مدیریت کنیم، بیشغلا را، بیکارها را به اینا کار فراهم کنیم، استقلال به معنای واقعی تجلیل کنیم، نه در قالب یک روزی بعد از چند سال. همونطوری که 40 امروز تجلیلش یک حقیقت است، یک تحول اجتماعی است. یوسف زیر بار زلیخا نرفت، حرکت کرد، درها بسته است. امروز خیلی جاها میگن آقا در بسته است بر روی ما، ما را به رسمیت نمیشناسن. باید از قرآن استفاده کرد. یوسف حرکت کرد، درها بسته بود. چند تا در همش کلیده، قلفه. غلقت الابواب، 15 آیه قرآن از ابواب صحبت کرده، یکیش هم اینجاست. تا یوسف حرکت کرد گفت خدایا من برای رضای تو حرکت میکنم، میخواهم از این صحنه خلاص شوم. اینا رو برید بخونید، تاریخ انبیا، قصص الانبیا، درها یکی پس از دیگری شروع کرد به باز کردن. چطوری زینب درهای بسته را باز کرد؟ همش از روزه شنیدیم، اشکال نداره. من عرض کردم مصیبت نصیب هر کس نمیشه روزه خواندن، یک بخش 40 مصیبت هاست، اما اون صفحه دیگرش هم باید نگاه کرد. خردگرایی زینب، عرضم تمام. امیدواریم که مجالس
مربوط به امام حسین چه محرم که الحمدلله در روزهایی که پشت سر گذاشتیم از آغاز دهه اول تا امروز کشور ما شاهد یک تحول است، شاهد یک خیزش است، جلسات با عظمت، نسل جوان حضورشان قابل ستایش، امنیت الحمدلله قابل قدردانی. امروز که 50 روز از جلسات امام حسین گذشته از دهه اول و 40 روز از شهادتش، مجالسی از این قبیل در جای جای کشور، اینها علامت لطف خدا به این سرزمین و این مملکت است. امیدواریم با فراست و هوشیاری، با توسعه و حمایت در عرصه های مختلف، آگاهی بیشتر و عزت بیشتر، اقتدار بیشتر، همدلی بیشتر را در کشورمان شاهد باشیم. با عنوان حرف آخر و حجت کامل عرض می کنم، حب الحسین یجمعنا، همون گونه که عشق به حسین 20 میلیون بیشتر انسان را در کربلا جمع کرده، می تواند این اجتماعات بزرگ را در افغانستان به نظاره نشست. خدایا این اخلاص و این ارادت را از همه عزاداران 40 مخصوصا از ملت ما، از حکومت ما، خدایا از جوانان ما، از زنان ما، از دوستان ما، از همه کسانی که در این آستانه با مخلصانه حضور پیدا کردن به احسن وجه قبول فرما. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، اون جانهایی که در آستانه ابی عبدالله سر فرو گذاشتن، عاشقانه فدا شدن. امروز بعد از 40 روز زینب بر میگرده به اونها احترام میکنه، گاهی میره بالای قبر قمر بن هاشم، از ایثار و فداکاری تشکر میکنه، گاهی میره کنار قبر برادر صدا میزنه حسین جان لحظه رفتم اجازه ندادن با بدنت صحبت کنم، عزاداری کنم، اما امروز آمدم گزارش بدم، گزارشات فتح و پیروزی. خدایا همه ما را در این حرکت جهانی، در این طوفان خرد و بیداری سهیم بگردان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.